به نام یاد خدا، سلام بر شما به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه برابر است با 29 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی. در آغاز چند سرخط. شرط امارت اسلامی برای پذیرفتن قوانین سازمان ملل. ذبیح الله مجاهد میگوید اگر امارت اسلامی از سوی ملل متحد به رسمیت هم شناخته شود، مسائلی که در تضاد با قوانین اسلامی باشند پذیرفته نخواهند شد. خانه امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته نشد، کدام التزام در مقابل قوانین آنها ما نداریم. یک دومی که اگر زمان به رسمیت شناخته میشم، مشروط به این است که ما به تمام آن قوانین و نرم ها پابند هستیم که با شریعت اسلامی در تضاد قرار نداشته باشیم. سخنان عبدالباری عمر درباره سفرش به اروپا. رئیس اداره ملی دوا و غذا در یک کنفرانس خبری میگوید به دعوت رسمی به اروپا سفر کرده بود. د دعوت نامه په اساس باندې، د دوی د دعوت په اساس باندې دغه کنفرانس ته تللی وم. په دې کنفرانس کې مې رسمي ګډون کړی ده. بله موضوع دا ده چې یو غیر قانوني شخص څنګه کولی شي چې یو نړیوال کنفرانس ته لاره پیدا کړي. برگشت یک جوان پس از 16 سال به آغوش خانوادهش. یک جوان باشنده بدخشان که 16 سال پیش در شهر کابل ناپدید شده بود، دوباره به آغوش خانوادهش پیوست. گشتم ولی پیدا نتونستم. و بالاخره که یکی از اتاندارا گفتن که این عکس تک تصویر بکنه در تلویزیون یا در فیسبوک ها نشد بکنم، شاید یک سرنخ یک چیزی باید پیدا شد. پایان نمایشگاه خدیجه الکبری در پایتخت. و خواستها به برقراری آتش بس در نوار غزه در نشست بیجینگ. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با من سبغه سپهر. امارت اسلامی میگوید تا هنگامی که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشود، ملزم بر رعایت قوانین این سازمان نیست. ذبیح الله مجاهد به طلوع نیوز میگوید که اگر امارت اسلامی از سوی ملل متحد به رسمیت هم شناخته شود، مسائلی که در تضاد با قوانین اسلامی باشند پذیرفته نخواهند شد. 77 سال پیش در 19 نوامبر سال 1946 احمد حسین عزیز وزیر وقت افغانستان منشور سازمان ملل را امضا کرد و افغانستان به این سازمان پیوست. میترا مجیدی نگاهی انداخته. همزمان با 77مین سالگرد پیوستن افغانستان به سازمان ملل متحد، سخنگوی امارت اسلامی میگوید که به علت عدم به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی از سوی این سازمان، حکومت سرپرست در افغانستان مجبور به رعایت قانون سازمان ملل نیست. ذبیح الله مجاهد به طلوع نیوز میگوید که پس از به رسمیت شناخته شدن هم تنها به مواردی که در تضاد با شریعت نباشند پابند خواهند ماند. خانه امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته نشده، کدام التزام در مقابل قوانین آنها ما نداریم. یک دومی که اگر زمان به رسمیت شناخته میشم، مشروط به این است که ما به تمام آن قوانین و نرم ها پابند هستیم که با شریعت اسلامی در تضاد قرار نداشته باشیم. آقای مجاهد همچنان خواستار حضور نماینده امارت اسلامی در سازمان ملل است. مسئله ای که تا اینجای کار از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته نشده است. باید ما هم من حیث کشورهای دیگر عضویت هم داشته باشیم و حق مردم افغانستان در او سازمان باید داده شود، کرسی سپرده شود، موقف مقامی که داره برشان داده شود و قیودات و تحریم هایی که وضع شده باید برداشته شود. با این حال سرپرست کرسی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که در بیش از 4 دهه گذشته به مسائل صلح و ثبات، حقوق بشر و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در کشور کمتر توجه شده است. در شرایط حاضر نقش سازمان ملل متحد در قضیه افغانستان نقش محوری و اساسی است و یگانه دفتر مهمی که فعلا در افغانستان فعالیت دارد سازمان ملل متحد است. هرچند فعالیت های ملل متحد بسیار محدود به رساندن کمک های بشری است. زمان آن فرا رسیده است که با اتخاذ یک سیاست عقلانی افغانستان به جامعه جهانی ادغام شود و به عنوان عضو مؤثر سازمان ملل تبدیل گردد.
77 سال پیش احمد حسین عزیز وزیر وقت افغانستان در 19 نوامبر سال 1946 میلادی منشور سازمان ملل متحد را در ایالات متحده آمریکا امضا کرد و بر بنیاد آن پرچم وقت افغانستان برای اولین بار در محوطه ساختمان سازمان ملل متحد برافراشته شد. امارت اسلامی میگوید که حکومت پاکستان با ادعاهای مکرر درباره TTP ذهنیت مردم پاکستان را در برابر افغانستان تغییر می‌دهد. ذبیح الله مجاهد در واکنش به سخنان دیروز نخست وزیر موقت پاکستان میگوید که اسلام آباد توان جلوگیری از حمله ها را ندارد و از همین رو همواره بر دولت افغانستان اتهام می‌بندد. این در حالی است که پس از تصمیم پاکستان درباره اخراج اجباری مهاجران افغان، روابط میان کابل و اسلام آباد به تیرگی گرایده است. در ادامه ادعاها از سوی حکومت پاکستان درباره حضور تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در افغانستان، امارت اسلامی میگوید که این کشور توان جلوگیری از حمله را ندارد و از همین رو اتهام های بیجا را بر حکومت سرپرست وارد میکند. آنها چون ناکام میشن در بعض از اقدامات، نمیتونن جلوگیری بکنن عملات را در داخل پاکستان، باز از این خاطر که ملامت با مردم خود نباشن یا مردم خود را نوا از اون موضوع گذشتانده باشن، اتهام به افغانستان راجع میکنن. روز پیش انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان بار دیگر ادعا کرد که TTP یا تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان جا به جا شده اند. این به حکومت افغانستان مربوط است که تصمیم بگیرند که آنها را میخوان تسلیم کنند و یا میخوان کاری را انجام دهند و طوری که آنها با به احساسی بنشینند و آنها بالای مردم و پلیس پاکستان حملهور باشند جواب آنها را می دهیم. در این میان برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که برای بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد پاکستان باید از وارد کردن این گونه ادعاها دست بردارد. بهتر است که پاکستان موضوع TTP را در داخل خود پاکستان ببینه. این مشکل پاکستان است. شما عملات آخر TGB را می بینید که در بالای پنجاب صورت میگیره، بالای اکادمی نظامی. این مسئله مشکلشان در افغانستان نیست، مشکلش که در داخل خاک پاکستان است. آنها باید بداند که تأمین امنیت مردم و کشورشان وظیفه امارت اسلامی افغانستان نبوده، بلکه حکومت پاکستان باید با استراتژی مزرانه و استخباراتی خویش در مقابل مردم افغانستان و حکومت فعلی تغییر بدهد. پیش از این نیز ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت پاکستان ادعا کرده بود که کشور شواهد درباره مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی را در اختیار امارت اسلامی قرار داده است، مسئله‌ای که بارها از سوی حکومت سرپرست رد شده است. مهاجرانی که از پاکستان، ایران و ترکیه برگشت داده شدند خواهان توقف اخراج مهاجران از سوی این کشورها هستند. آنان با انتقاد از رفتار نامناسب پلیس ایران، ترکیه و پاکستان میگویند که مهاجران در این سه کشور با رفتار نظامیان روبرواند و حتی زندانی نیز میشوند. همزمان با این وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که در یک ماه پسین 290 هزار مهاجر از پاکستان، بیش از 95 هزار مهاجر از ایران به کشور برگشت داده شدند. نازیه مادر 3 فرزندی است که تازه از ایران اخراج شده است. این خانم با انتقاد از رفتار نامناسب پلیس ایران در برابر افغان‌ها میگوید که شوهرش در ایران بازداشت شده و او را با 3 فرزندش از آن کشور اخراج کردند. از ایران 6 میلیون ما هم گرفته. آورده نزدیک نیمروز، نزدیک بلوچستان پیاده ما کرده، توی ماشینای شخصی آمده، بالای ما کرده. همزمان با این شماری از مهاجران تازه برگشته از پاکستان و ترکیه با انتقاد از رفتار نادرست پلیس ترکیه و پاکستان خواهان متوقف شدن اخراج مهاجران هستند. ما در دایلند درخواستی شده در مجر بالا و نوزوری جمعی دی یخ دی در مسلمانان مشمان دی زنانه دی دانه که زیر. پلیس ترکیه ما را خیلی حضور اذیت کرد، گفت که بیا بایدون برگه میتیم، اونجا رفتیم، در ما برگه هم نداد، ما را خروش کرد، برده تقریبا 21 روز زندان کرد، میدر البت نانم غذایم خیلی کم، خیلی اذیت. از سوی هم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که در یک ماه پسین 290 هزار مهاجر از پاکستان، بیش از 95 هزار مهاجر از ایران به کشور برگشت داده شده اند. در ماه جاری عقرب حدوداً 290 هزار
مهاجرین از پاکستان از مرز تورخم و اسپن بلدک و انگراد آمده و 95400 نفر از ایران اخراج شده گیستند از مرز اسلام قلعه و از مرز نمروز. پیش از این نیز برخی از اعضای جامعه مدنی و وکلا فعالان حقوقی و سیاسی پاکستان با راه اندازی گرد همایی خواستار توقف بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان شدند. عبدالباری عمر رئیس اداره ملی دوا و غذا در یک کنفرانس خبری میگوید که به دعوت رسمی به اروپا سفر کرده بود. این در حالی است که در چند روز پسین سفر آقای عمر به اروپا واکنش برانگیز شده است. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز میگوید که سفر یک مقام طالبان به کشورهای اروپایی پذیرفتنی نیست. پس از واکنش برانگیز شدن سفر رئیس اداره ملی دوا و غذا به کشور آلمان و سخنرانیش در میان مهاجران افغان در این کشور، این بار رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا واکنش نشان داده است. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در صفحه ایکسش گفته که سفر یک مقام طالبان به کشورهای اروپایی پذیرفتنی نیست. دا مدیدتون وضع کول و بندیزون جوړول دا یواز داس په افغان ملت ته زجر ورکی، طالب چارواکو ته واکم نظام ته څو زجر نه ورکی، بیا هم دا تاسره کیږي موږ د دې په رسمي ډولمن طالب چارواکي پر مسکو او تر عربي هیوادو تر پاکستان او ایران هر هیواد تر فرانسو ته ځي و راځي. رئیس اداره ملی دوا و غذا در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت میگوید که به دعوت رسمی به اروپا سفر کرده بود. د دعوت نامې په اساس باندې، د دوی د دعوت په اساس باندې دغه کنفرانس ته تللی وم. په دې کنفرانس کې مې رسمي ګډون کړی ده. بل موضوع دا ده چې یو غیر قانوني شخص څنګه کولی سي چې یو نړیوال کنفرانس ته لاره پیدا کړي. پیش از این وزارت خارجه آلمان در صفحه یکسش از سفر و سخنرانی این مقام امارت اسلامی در شهر کلن این کشور گفته بود که این کشور تا هنگامی که مقام های طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت نکنند، با آنان روابط عادی را برقرار نخواهند کرد. همزمان با روز جهانی کودک، سازمان پشتیبانی از کودکان ملل متحد بر رعایت حقوق کودکان تاکید می‌ورزد. از سوی دیگر برخی از کودکان در پایتخت می‌گویند که از بهر پیدا کردن لقمه نانی مجبورند دست به کارهای شاق بزنند. در این میان سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که تلاش می‌شود تا از کار شاق کودکان جلوگیری شود و از خانواده‌های آنان پشتیبانی صورت بگیرد. هدیه زیایی جزئیات می‌دهد. روز جهانی کودک در حال فرا رسیده که برخی از کودکان در افغانستان بیخبر از این روز سرگرم کارهای شاق و پیدا کردن هزینه های زندگیشانند. روز افته اشتر پیدا میکنم، خب از برخانه نان میبرن و اینجا رو میگردم، تمام روز اینجا رو میگردم. دم بیرو میبریم، کار میکنیم، نان میبریم در خانه. شیرزاد 12 ساله و سهراب 13 ساله که همسایه یک دیگر هستند در جاده های کابل بود پالشی می کنند. سهراب که در خانواده 7 نفری زندگی می کند می گوید که پدر و مادرش معیوبند و وی در کنار این که صنف 4 مکتب است برای تهیه لقمه نان در جاده ها کار می کند. در خانه 7 نفر هستیم، پدر و مادر معیوب است. ما مزمون خاطر کارگر نداریم، خودم برایم. قریبی است دیگه، چی کنم؟ یه لقمنان به پدر مادر خود پیدا میکنه، به خوار بیادر خود ریزه ریزه است. همزمان با این وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که تلاش می شود تا از انجام کارهای شاق از سوی کودکان جلوگیری کنند و از خانواده های آنان نیز پشتیبانی نمایند. کما شما چه پشاقه کارونو بختی؟ ده شاقه کارونو چه مخنیوایی کیگی و دوی کورانه هم تر یو حد پوری حمایت کیگی چه مختلف و لاره البته دی فنی ویر پویزده کلو دی برنامو دی دایر لور لاره هم دی دو ماشومان و حمایت و ساتنه کیگی. در این میان سازمان پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف با پخش یک تصویر از یک دختر دانش آموز بر رعایت حقوق کودکان در افغانستان تاکید کرده است. به گفته این نهاد با اولویت دادن به حقوق کودکان و مشارکت آنان می توان آینده بهتری را رقم زد.
از سوی دیگر نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشری به نام رواداری در گزارشی میگوید که در دو سال گذشته به علت فروپاشی نظم حقوقی در افغانستان حقوق بنیادی کودکان نقض شده است. بر بنیاد این گزارش ازدواج های اجباری و زیر سن، اقدام به خودکشی و آزار جنسی در میان کودکان بیشتر شده است. در این گزارش مشکلات اقتصادی خانواده ها، محروم شدن زنان و دختران از حق آموزش و کار از علت های بحرانی تر شدن وضعیت حقوق بشری برای کودکان خوانده شده است. اما امارت اسلامی میگوید که برای پشتیبانی از حقوق کودکان و جلوگیری از ازدواج های زیر سن در کشور از راه های قانونی اقدام کردند. به ادامه خبر شش باز هم خوش آمدید. اتاق تجارت و صنایع زنان در روز پایانی نمایشگاه خدیجه الکبری میگوید که در این نمایشگاه نزدیک به 80 قرارداد و 12 تفاهم نامه میان بانوان متشبث برخی از مؤسسه ها انجام شده است. ایجاد کمربند تجارتی، تبادل تجارب و مشوره‌دهی به بانوان متشبث از اهداف این نمایشگاه بود. شماری از بانوان تجارت پیشه از امارت اسلامی میخواهند که از آنان پشتیبانی کند. آمنه حکیمی رفته این گزارش را ترتیب داده. اتاق تجارت و صنایع زنان میگوید که در نمایشگاه خدیجه الکبری 78 قرارداد و 12 تفاهم نامه از سوی بانوان تجارت پیشه انجام شده است. رئیس این اتاق می افزاید که هدف از برگزاری نمایشگاه خدیجه الکبری ایجاد کمربند تجارتی در 34 ولایت است. خدیجه الکبری البته تمام مقصدش همی بود که منسجم ساختن خانمای تجارت پیشه و در این زمان از 34 ولایت که در افغانستان است اینا را تولیداتشان بیرون از یعنی مرزهای ولایتی خودشان آوردن. شماری از بانوانی که در این نمایشگاه شرکت کردند برگزاری همچون نمایشگاه را در بازاریابی محصولاتشان سودمند میدانند. خوشبختانه از آدرس اتاق تجارت زنان ولایات و همچنان مرکزیت اتاق سهولت‌های بی اندازه زیادی برای خانم‌ها داده شده که به گونه خیلی سریع و راحت میتونن اجناسی که در سطح افغانستان هست با وبسایت‌هایی که دارن با کانال‌هایی که دارن به دسترس بیرونی هم قرار بدن. خاطر زنان کارآفرین و متشبث که میخوان تجارت آغاز کنن بهترین برنامه و نمایشگاه بود. از سوی هم برخی از بانوان تجارت پیشه از امارت اسلامی میخواهند که از آنان پشتیبانی کند. خواست ما از امارت اسلامی ای است که در این زمینه تسهیلات بیشتر برای خانم ها ایجاد کنند و می قسم حمایت ها و همکاری خود را ادامه بدن برای خانم ها. خواست ما از امارت اسلامی ای است که همینطور نمایشگاه های به خانم ها برگزار کنند تا بتانند که تجارت خدا نرشد بدن. این نمایشگاه که 7 روز ادامه داشت و بیش از 800 بانوی تجارت پیشه از 34 ولایت محصولات و صنایع دستیشان را به نمایش گذاشتند. مقام های محلی هرات میگویند که کار ساخت بیشتر از 2200 خانه برای آسیب دیدگان زمین لرزه در این ولایت ادامه دارد. به گفته آنان کار ساخت خانه در برخی از روستاها تا 80% پیش رفته است و قرار است تا پیش از رسیدن فصل سرما ساخت این خانه ها به پایان برسد. رسیدیم به پایان خبر شش. از امرایتان سپاسگزارم. تا سلام دیگر، شب روز بخیر، خدا نگهدار.